حمله جبهه مقاومت بالای طالبان در جبل سراج پروان. نسل کشی جنایت است، خاموشی خیانت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای این کانال. مشروع اخبار. شفق همرا می نویسد: زنان معترض در کابل. نسل کشی جنایت است، خاموشی خیانت. شماری از زنان امروز در شهر کابل با ادامه حملات علیه هزاره ها اعتراض کردند. این زنان شعارهای مختلفی را سر می دهند، از جمله اینکه نسل کشی جنایت است، خاموشی خیانت است، عدالت عدالت، خسته ایم از جهالت، نسل کشی هزاره را متوقف کنید، نه به استبداد و پیش به سوی آبادی. همزمان با این، شماری از زنان معترض در پیامی بر روزنامه اطلاعات روز گفتند که طالبان گروهی از این زنان را در ساحه پل خشک دشت برچی که قصد آغاز تظاهرات را داشتند محاصره کردند. به گفته این زنان، صدای تیراندازی نیروهای طالبان نیز در ساحه شنیده شده است. زنان معترض در مورد احتمال زخمی شدن کسی در جریان این تیراندازی چیزی نگفتند. از سوی هم از لتکوب دو دختر معترض از سوی نیروهای طالبان نیز گزارش شده است. گفته شده که یکی از این دخترها پس از لتکوب به شفاخانه منتقل شده است. همچنین منابع میگویند که طالبان شماری از زنان معترض را با خود برده است. این در حالی است که روز گذشته در یک حمله مرگبار بر مرکز آموزشی کاج در ساحه نقاش دشت برچی شهر کابل صورت گرفت. در این حمله حدود 100 نفر، عمدتاً دختران، دانش آموز کشته و زخمی شدند. این حمله با واکنش‌های گسترده مواجه شده است. شماره آن را ادامه سیاست نسل کشی هزارها عنوان کرده و طالبان را عامل اصلی آن دانسته‌اند، در حالی که هنوز هیچ گروه مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. مرکز آموزشی کاچ یا موعود سابق در سال 1397 خورشیدی نیز هدف حمله انتحاری گروه داعش قرار گرفت که در نتیجه حدود 100 دانش آموز پسر و دختر در آن زمان کشته و زخمی شدند. نهم میزان 14/1 اطلاعات روز. طبق یک خبر دیگر، حمله جبهه مقاومت بالای طالبان در جبل سراج پروان. افضل امیری می نویسد: در حمله شب گذشته جبهه مقاومت ملی در ولایت پروان 3 طالب کشته و 2 طالب دیگر زخمی شد. به گفته منابع، این حمله شب گذشته بر پایگاه طالبان در منطقه سیکوتی جبل سراج پروان صورت گرفته است. تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. تا ویدیوی دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید.